الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. پروردگار این ساعت ها را برای ما و شما مبارک گرداند. پروردگار را ما را برای راست هدایت کن، برای ما توفیق بندگیت از آفات و بلا و کلفت ما را نگهبان باش. در راه خودت وعده کرده که صراط الذین انعمت علیهم، راه آنهایی که اونها در تو نعمت دادی، هر یک رکعت نماز که ما با این آیه ها میخوانیم صراط، ما را با همین صراط رهسپار گردان. اصلا طریق گفتی طریق اون راه میشه، سبیل گفتی سبیل اونم راه میشه، سیر گفتی سیرم راه میشه، سفور گفتی سفورم راه میشه، اما در سوره الحمد تو صراط گفتی صراطم راه میشه. پنج کلمه آمده و همش راه میشه، اما صراط بساد در ریشش این صراط بسین بود. در ریشه کلمه در چی بود؟ صراط بسین. لیکن ما او را صراط بساط کردیم برای ره و برای اتقه. ره ای سبب تفخیم که غوز خونده می شود، اتقه که حروف استعلا های استعلا هم غوز خونده می شود. اتقه قطی ره که غوز خونده می شود، عرب ها قانون داشتیم که به جای او صاد بیارم، صاد هم غوز خونده می شود. ایره نام کردیم صراط، صراط صراط الذین انعمت علیهم. صراط گفته اصلا راه را می گفتیم که او راه مثل باطلاق آدم می کشیده. اصلا سبیل اونم راه های، طریق اونم راه های، سیرم راه های، سلوک هم راه های، همه این راه های عرب ای لغه بسر بایه. اما چی با در اینجا گفته که صراط الذین انعمت علیهم، راه بسیار ای، اما راه پیغمبرا راه هست که ما را باید رنگ بطلاق کشه، ما را خلاص نکنه دیگه. خدای ما را انمی خیلی ره در ره رو گردان که همین ره ما را کشه در خودش، ما خلاص نخریم از او. در بطلاق های جنگل دیگه فیلم ها دن آدم میگنه دیگه خلاص خورده نمیتونه، همین حرکت میکنه رفتن میگیره. اگر با جمع با یباره میروه همین عرب صراط میگفتن. خدایا ما را انا همین خیلی صراط، راهی که صراط الذین انعمت علیهم، راهی که پیغمبرا را فرو برد، اولیا را فرو برد، شهیدا را فرو برد، صحابه را فرو برد، این را بازگشت نداره. ما را هم خیلی روح دبر، ما نمیخوایم او راههایی که عینی مشگشته بیاییم، ما نمیخوایم او راههایی که ما را راهی کیم کدام دروازه دیگر میبره. ما راهی را میخواهیم که پیغمبرا را این راه بلعید مکید بود، صحابه را بلعید مکید بود، اولیاها را مکید بود این راه. در هیچ محل حتی که یکی از بزرگا گفته است که در این راه که در آمده نه اینکه گشتن، قفا را نظر کردن گناه های میری اکو. صراط الذین انعمت علیهم، ما را برای انمو راه برکی، هم این راه در رفتم اما بازگشت نکردم. خدای ما نمی راه می خواهیم. اگر ما ارزنده باشیم در همین راه ما را بر، اگر ما واقعا لایق باشیم ما را در انمی رهبر، اگر لایق نباشیم تو خودت میدانی ما خان آخا از این رحمان میبراییم. تو هیچ کسا نمیبراری، خودش آدم خودش میبراره. پروردگار هیچ محل ایمان از ما نمیگیره، شیطان ایمان از ما سلب نمیکنه، دور نمیکنه. ما خمان ایمان به صاحب میمانیم که شیطان میگیره شبه، ما خودمان ایمان را به اهمیتی میکنیم که به شیطان او را میگیره میبره و خدا ما را به سعادت میکنه. پروردگار ما را به صراط بر. ما نمیخواهیم که به ایمان رویم، ما نمیخواهیم که پشیمان رویم.
بحث هفتم از اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره تواضع بود، خاکساری. و دعات الى الله تبارک و تعالی اذا تواضعوا رفع الله في الدنيا والاخره. یکی از دعوت ها و رای خدا همین است، هر وقتا که شما خاکساری پیشه کنی، پروردگار مرتبه شما را در این دنیا هم بلند میکره، در آخرت هم. ما به خبریم که دست پدر پشت بوسه میکنیم، از این بوسه آبروی ما عرش میروه. از این به خبریم که او را به حرمتی میکنیم، از این به حرمتی آبروی ما زمین هفتم در یکسان میشوه. این همین خاکساری میگن. و ما ادراک ما علیون، اعلمك یا محمد صلی الله علیه و سلام. میدانی علیون چیزی؟ پیغمبر کتاب مرقوم. در اونجا هر روز ورقهای میبیارن که تاریخ زندگی شما های مهر زده مهر زده دری پرونده هاتون در میمونه. کتاب مرقوم یشهده المقربون، هر یک نامه اعمال شما را، هر یک ورق زندگی انسانیت را شاهداش ملائکه های مقرب درگاهان. هیچ جا گرفته نمیتونی میگه یشهده المقربون. هر کسی که یک دستی پدرش بوسه میکنه، دلی مادرش خرسند میکنه، دلی سیله رحمش خرسند میکنه، کاری سنت میکنه، اخلاق رسول میکنه، او را در نامه اعمال در حال می نویسن علیون، انا همونجا برده میمونه. اما کسی که به حرمتی میکنه، قهرگی میکنه، یک اعمال ناشایسته میکنه، و ما ادراک ما سجین. سجین چیه؟ اعلمک یا محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلام، میدونی سجین چیه؟ زیر زمین هفتم جهنم هست، یا یک وادی جهنم هست که شما را در حال نامه اعمالتون همونجا برده ورق کرده مهر کرده میمونن، با میل آبروتون هم همونجا میبرن. یگان آقی پدر آبرو نداره، یگان آقی مادر آبرو نداره، یگان دزد آبرو نداره، یگان آدم کش آبرو نداره. ایره نغز دانین، برای آن که او تواضع خاکساری را پامال کرد. خدا در این دنیا هم اجر و آبروش گرفت، در آخرت هم خارش کرد. لقول نبی صلی الله علیه و سلم ما نقصت صدقت من مالین. هر چیز ایمالاتان میتیه نگوه که بهودای، نگوه بهودای. یا کلچه میتیه، یا کاسه شربا میتیه، یا دانه خرما میتیه، یا شتر میتیه، نگوه بهوده های او را فردا در میابه. اگه آنچه کم بوتی نمیشوه. و ما زاد الله عبدا بی عفوین الا عزا. و پروردگار اگر بنده را در این دنیا مهربانی عوف در درین دلشته، یکی مردم در مهربان باشه و عوف کنه در حقش، چی جور و ظلمه که یک از کرده گفت من را بخشیدم، الا عزن، خدا گفته آبروش بلند میکنه. این شوخی نیست، بخشیدن شوخی نیست. کیفتی چپی رسول اکرم صلی الله علیه و سلام در تنی کعبه، همون روزی که کعبه را آزاد کرده ای بتها و ای دست مشرکا خلاصش کرده، کتفش در کعبه موندگی ای که اطرافش در پر میشوند از مشرکای عرب، میگن فرزندی اما که امروز قطعی ما چکار میکنی که ای وطنت بیرون کرده بدیم؟ ما دیدیم که اکنون امروز واقعا قدرت نیروی تر دیدیم، ما قطعی ما چکار کردنی بعد این قدر نامردی ما؟ از رد گفت که اذهبو و انتم و طلقا، روی همه تا بخشیدگیم. تکبیر، الله اکبر. من یگان کار قطعی شما ندارم، وظیفه من تازه کردن همی بتاب، من توحید جاری کردم، من چیکار دارم در شما؟ روی حولیاتون دروی یگان کار نکنه قطعی، من کار شما در کار ندارم. همین حالت در گفتن در کیفتی رسول اکرم در تنی کعبه می خیل تکیه کردگی بود که خداوند سوره آل عمران در نازل کرد که و بیما رحمت من الله لنت لهم، یک رحمت خدا در زمین تو چی ملایمی، تو چقدر قلب مهربان داری، انا خاکساری، تو چقدر ارزش قائلی. اگر تو قلبت بد میشد، روحت بد میشد، اخلاقت بد میشد، اگر تو انسانی بد میشدی، لنفزو من حولی که از اطرافت همه گرخته میره، هیچ کس پرایت نمیمون.
کیفت مگه مانده بود که دویم آیه مبارکه بیرون از اون نازل شد، قسمتی از علما میگن آخری عمر رسول اکرم بود. بعد این بخشیش مردانگی و خاکساری اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد که اکنون غلبه خدا و پیروزی خدا آمد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد این مردی و مهربانی خاکساری تو مردم بین که در دین تو گروه گروه میدرویم. حالی امروز میگن مسیحیت یکم دین در دنیا و بنام قسم به خدا ای جهت صفت و مسلمان شدن و در دین در آمدن اسلام یکم های اینا هیچ کس نگم نمیگه در یکان جا مسیحیت بنام موندگه. اینا اکثریت جادوگر شدگیم، اینا مسیحی هم نیستن. برای اینا همه اکسترسنس را ای همون خراموشان بالا های، برای اینا همون اکسترسنس را از همون پاپاشان بالا های. اینا میرن پیش اکسترسنسور میرن و پیش پاپاشان نمیرن. اما الحمدلله امروز مسلمان ها پیش یگان جادوگر نمیرن، پیش دملاشان میبیاین، پیش عالماشان میبیاین. از روی نام اینا اگر 2.5 میلیارد باشن، اما از روی گرویدن به دین یکتا پرستی اسلام یکم ایوزیر سخت رفته استادای اوج بلند قدی رفته استای، برای که مردم در قفص سینش آرمان داره، اینجا آرمان داره. آرمان تا نه از یهودی ها شکسته میتونی، نه از زردشتی ها شکسته میتونی، نه از مسیحی ها. امروز آرمان والله اسلامش کنه، آرامت میکنه، همه چیزش حقه. این وعده داد خدا روزی فتح مکه، یدخلون فی دین الله افواجا. اکنون تماشا کن که امروز مردم گروه گروه در دینی تمید رویم. امروز در خاندان هر فرد مسلمان یک کس به دنیا می بیا و با اذان و قامت محمدی پیشواز گرفته می شود. این می وعده خدا های. برای نامین هر کسی عوف داره پروردگار برای او عزت میتیه. و من تواضع لله، کسی اگر تواضع و خاکساری پیش کنه در آیین دین خدا، رفعه خدا آبروش همی خیلی میبرداشت است که بین مغرب و مشرق دم میگه اندازه نیست آبروی او بلند میشده. او را چی میگن؟ او را خاکساری میگن. و هذا ما یفتح الله به لداعیتی قلوب الناس، یعنی که از همین جهت بگیرید شما پروردگار همیشه به دعوت دل مردم همون وقت هوی میکنه که شما خاکساری پیشکنه. ای دعوتگرا شما چی پیشکنه؟ خاکساری پیشکنه. یکی از عالم ها در کتاب نوشته با نام خاکساری و تواضع گفته است خاکساری سه نمود است. یکم خاکساری نسبت خدا، ما باید نسبت پروردگار ما خاکسار باشیم. نسبت پروردگار خاکساری همین ای که سر در بلندترین موضوع ای وقتی که میگی الله اکبر او را میبری در برابر دی بجلگ میمونی، میگی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا. میگی حدیث صحیح بده که رسول اکرم فرمودن یگان حالت نزدیک شدنی به خدا ندیدم که در بین بندش و خدا پرده نیست، این در حالت گفتن سبحان ربی الاعلا. انسان در نماز میستن نام این محراب های. محراب از حرب گرفته میشوه، این مکان جنگ های. این مکان مبارزه های. با چی؟ با اعمال های ناشایسته، با تکبری ها، با افلاسی ها. امروز چی کارهایی که ما کردیم؟ وقتی اینجا میستیم با نفس و ابلیس ما مبارزه میبریم، وقتی سر در زمین میمانی میگه سبحان ربی الاعلا، بین ما و بین او پرده نیست، چیزی گوی قبول های. انه این نسبت خدا خاکساری میگن. یگان چیز بزرگتر در خاکساری مثل نماز ندانه نسبت خدا. دویم هر انسان ایرکی جامعه انسانیت او را عزت داده نسبت اونها خاکسار بدن، یکم پیغمبرای خدا اون در جامعه عزت دارن. ما حق نداریم موسی و عیسی را پادرازی کنیم کافر میشیم علیه السلام. ما حق نداریم پیغمبرای خدا را چقه شویم. ما حق نداریم که رسول اکرم را چقه شویم. ما حق نداریم. ما حق نداریم علمای عظام را چقه شویم. ما حق نداریم خلیفه ها و انسان هایی که اونها را دوره قوه و قدرت کرده گیای نسبت اونها باید ما خاکساری قائل باشیم.
سیوم انسان نسبت خودش باید خاکساری قبول باشه. سیوم نسبت چیز خود گفته خاکساری را نسبت خودمان ای چی آموزیم؟ گفته ای زن حامله‌دار ای چی خیل؟ گفته فرزندش به دنیا می بیاره، او را پیستان میتیه، او را شیر میتیه، او را کلان میکنه، او را نوازش میکنه، او را کلان و مهربانی میکنه. گفته چی با؟ گفته که برای فرزندش که ارزش قائلی انمی خاکساریش نسبت فرزندش، نسبت خودش ای درون دل خودش انمی را قائل میشه که این فرزندی من ای باید از من شیر مکه، این فرزندی من ای گفته ای باید من بدن ای را شوم، بدن ای را خاک مالوم، برای این خوراک تیم ایره کلان کنم، ایره روز بوایه رسانم. انا میره میگه خاکساری نسبت خودت که ای درند میبراری، همه ایره نبراری اگر مادر هم نیستی یا پدر باشی یا دوست باشی. هر کسی که خاکساری را نسبت خودش قائل ای، این انسان نزد خدا مرتبه و درجات داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدینه منوره می آمدن که مردم مدینه خورماها را قلمچه میکردن، از رد گفت نکنی همش نکردن، همین سال هیچ خورما نبست. اما پیش پیغمبر خدا آمد گفت شما گفت اینا نکنی ما نکردیم خورما نبست کو. از رد در جواب گفتن که چیزی را که از دین و آیین خدا باشه من پیش خدا میگم، من همین را گفتم که نکنی قلمچه ای پیش خودم گفتم. اینه بینید که انسان با خدا گپ میزند با خاکساریش تا قائلن، میگه منم ادم و مخینه ای پیش خودم گفتم، این ای پیش خدا نبود ای پیش خودم گفتم میرم. هر کسی که ارزشی که بدن خشا قائل ای و خاکسار ای. دویم خاکساری دو ریشه داشته ای، یکم قدرت، خشا به حال انسانی که در اوج قدرت خاکسار ای، خشا به حال انسانی که در اوج قدرت خاکساری پیش میکنه، این قدر بزرگ ای. از امام مسلم بیان که امام بخاری صحبت داره میشینه به زانو گوش میکنه، 12,000 حدیث گوش میکنه، ننویشته ای زبانی بخاری از یاد میکنه. این شوخی نیست، در شیشتن حال ننویشته از یاد میکنه. بعد از اون میخیزه و نباشد در علم صحیح مسلم، در بزرگی، در علم، در مقام، در مرتبه، در صحیح بودن، در علم حدیث بزرگ بودن ای بخاری کمی نداره امام مسلم. بعد از او بلند میشه میگه که پاهات ته بخاری من موچه کنم که رنگی تو باری مادر دیگر فرزندی عالم نمیزایه. بیا ته میگه من پاهات موچه میکنم، تا امروز استادی منی، نباره نباشه هر دوش بزرگ بودم، تو استادی منی. میگه بیا میگه پایت را من بوسه کنم. برای نامین انسان در اوج قدرت و آبرو خوشا به حالش که خیلی انسان شکسته باشه. پیامبر می بیا مدینه منوره که یهودی ها روزه گرفتن، روزه محرم. میگه چی در روزه میگیره شما؟ میگه امروز فرعون خدا نابود کرده گیای، ما روزه میگیریم به حرمت انامین روز. موسا روزه گرفته، حضرت میگه نحن احق بی موسا، من ای شما به موسا نزدیک، من روزه میگیرم. نمیگه که دینش اینه اونه، یکان پیغمبر دیده گه دیگرش تنقید کنم، نه. در یاد دوره سه پیغمبر به دیگرش سوز میگیره. خدا اینکن در یاد معرکه دو ملوی جوی نشوان خلاص میکنی به وجود جنگ. برای همین بینید که در یک دوره ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب نبی، چهار پیغمبرم در یک دوره راست میگیرن. برای که اینا تعلیمات آیین خدا دارن. انا این میگفتین ریشه تواضع که در اوج قدرت آدم را بینید، پل داریش تا مال داریش تا منصبش تا رئیسیش تا قاضیگیش تا مفتیگیش تا بینید که چقدر عزت داره. انا هم وقت میشناسیم. انا همین جهت نامشان در پشت فلک میمونند. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. پروردگار ما رو برای راست هدایت کن، از آفت و بلا و کلفت ما رو نگهبان باش و اخلاق محمدی رو برای ما نصیب گردان. آمین یا رب العالمین. صفاتون رو راست گیری.